کوروش، با توییت USA به فارسی شروع می‌کنم که نوشته از اینکه مقامات ایرانی 5 شهروند آمریکایی، سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و 2 تن دیگر رو که در این زمان تمایل به محرمانه موندن هویت خودشون دارن، از زندان به حبس خانگی منتقل کردن خرسندیم. در ادامه اشاره کرده که با خانواده این شهروندان آمریکایی در ارتباط هستند و کماکان بر سلامتی و رفاه شون نظارت دقیق دارن و میگه هرچند که ما از خبر انتقال این افراد از زندان به حبس خانگی استقبال میکنیم، اما اونا هرگز نباید در وهله اول زندانی میشدن. در ادامه هم نوشته با جدیت به تلاش خودمون ادامه میدیم تا اونها برگردن کنار عزیزانشون در خانه و باید به اونها اجازه داده بشه که در اسرع وقت از ایران خارج بشن و به عزیزان خودشون بپیوندن. توییت هایی هم براتون آماده کردم از یکیش جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، که با به اشتراک گذاشتن ویدیویی که محسن رضایی پیشتر از گروگانگیری برای درآمدزایی گفته بود، نوشته آزادسازی دارایی های ایران خطر گروگانگیری بیشتر رو از تهران به دنبال داره. به صحبت های محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران، اشاره کرده که توضیح داده بود که تهران چگونه گروگانگیری رو یک تجارت پرسود میدونه. تام کاتن، سناتور جمهوری خواه ایالت آرکانزاس، هم با استقبال از آزادی گروگان ها نوشته اگر دو تابعیتی ها پس از پرداخت 6 میلیارد دلار باج از سوی بایدن به جمهوری اسلامی آزاد بشن، این مماشات باعث میشه که آیت الله ها گروگان های بیشتری بگیرن. توییت بعدی مربوط به مارک دوبویتس که مدیر اجرایی بنیاد دموکراسی هاست و نوشته اگر مخالف معامله بر سر گروگان ها هستین، شما مخالف گروگانگیری بیشتر آمریکاییان توسط جمهوری اسلامی هستین. میگه و مخالف پس دادن این 6 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی، این که اون پولا رو صرف جنگ علیه ایرانی ها، آمریکایی ها، اوکراینی ها، اسرائیلی ها و دیگر بیگناهان میکنه. در توییتش در ادامه گفته که شما همچنین سیاست موفق دولت قبل آمریکا رو باش موافق هستین که موافق اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی بوده و از آزادی گروگان ها هم حمایت میکنین. جیو وانگ، گروگان آزاد شده، با بازنشر توییت مایک پومپئو نوشته من نمونه ای هستم که دولت آمریکا میتونه گروگان های آمریکایی رو بدون پرداخت باج آزاد بکنه و نوشته توافق وحشتناک بایدن آمریکا رو بیشتر در معرض خطر قرار میده. البته این رو هم اشاره کنم که آقای وانگ با مسعود سلیمانی که یک زندانی ایرانی در آمریکا بود مبادله شده بود. نورمن رول، رئیس پیشین سازمان سیا، هم نوشته ما قطعا باید آزادی این گروگان ها و همه گروگان های به ناحق بازداشت شده رو جشن بگیریم، اما مردم آمریکا میگه باید اینو بدونن که برای آزادی اونها چه بهایی پرداخت شده. در ادامه هم میگه با توجه به اینکه سایر شهروندان دو تابعیتی به ایران سفر میکنن، احتمال داره که دستگیری های بیشتری داشته باشیم و این روند هم دوباره تکرار بشه و معتقد که این خطر وجود داره که جمهوری اسلامی از این پولهای بلوکه شده که آزاد میشه و به دستش میرسه برای برنامه های موشکی و حمایت از تروریسم استفاده بکنه. خیلی از ایرانی ها هم به این خبر واکنش نشون دادن. حسین آقایی، کارشناس امور بین الملل و راهبردی، یکی از این افراد بوده که در توییتش میگه قدرت نمایی سنتکام در منطقه فعلا نتیجه داده و جمهوری اسلامی در برابر قدرت بازدارندگی محدود آمریکا هم امتیاز داد و زندانیان دو تابعیتی آزاد کرد. میگه جمهوری اسلامی فقط زبان زور میفهمه، در داخل قلدری میکنه، در خارج کرنش، غرب هم دنبال سازش. توییت بعدی که براتون آماده کردم از داوود هاشمی، روزنامه نگار. اون هم معتقده که این توافق تبادل زندانیان دو تابعیتی با پولهای ایران در کره ماهای گذشته یه تحلیل داشت، امروز یه تحلیل دیگه. میگه معناش در سال گذشته نزدیک شدن به یک توافق بزرگتر بود، اما امروز میگه چنین معنایی دیگه نداره. شاید حد نهایت توافق همین باشه و یه توافق نانوشته با مبانی فریز در مقابل فریز. کاربر دیگه چراغ آسمانه که از کاربران پر مخاطب شبکه‌های اجتماعی،
میگه این چرخه گروگانگیری و درخواست غرامت برای آزادی زندانیان هیچ وقت متوقف نمیشه، که خیلی از کاربران هم به این مسئله اشاره کردن و میگه جمهوری اسلامی همین الان هم میتونه 5 نفر دیگر رو با بهانه های الکی دیگه دستگیر بکنه. شاهین هم یکی دیگه از کاربران بوده، اون هم میگه اگر شهروند دو تابعیتی هستین به ایران سفر غیر ضروری نکنین، هم خودتون ممکنه سالها گیر بیفتین، هم جمهوری اسلامی به وسیله شما از غربی ها اخاذی میکنه.